توی این ویدیو میخوایم در مورد شرایط پناهندگی در کشور انگلیس صحبت کنیم و از زمانی که پاتون رو میذارید توی این کشور چه پروسه‌ای رو باید طی کنید و چه جور شرایط زندگی رو دارید تا بیاین درخواستتون رو به دولت بدین و درخواستتون قبول بشه. پس اگر در مورد این مطلب دوست دارین بیشتر بدونید، لطفا این ویدیو رو تا انتها نگاه کنید. سلام، من مهرتدیکسو هستم. لطفا قبل از دیدن این ویدیو حتما یادتون باشه که کانال من رو سابسکرایب کنید و اون زنگولش هم بزنید که به محض اینکه من یه ویدیو یا میذارم شما بتونید ببینید. اصولا کسایی که به انگلیس مهاجرت میکنن اصولا از سه طریق وارد انگلیس میشن، یا از طریق سرمایه گذاری، یا از طریق ویزای ازدواج، و راه سوم کسایی که قاچاقی وارد این کشور میشن. ما با دو دسته اول کاری نداریم. دسته سوم که غیر قانونی وارد این کشور میشن باید یه پروسه رو طی کنن تا اینکه هوم آفیس بهشون یا جواب مثبت بده یا جواب منفی بده. حالا ما میخوایم در مورد این پروسه و زمانش و شرایط زندگی توی این پروسه رو واسهتون مو به مو بگیم. شما به محض اینکه وارد این کشور میشین، یعنی در همون لحظه اول وقتی که شما میرین خودتون رو معرفی میکنید، اصولا آدما میرن خودشون رو به پلیس معرفی میکنن. شما رو میبرن تو اداره پلیس، ازتون انگشت نگاری میکنن، ازتون یه سری سوالات خیلی بیسیک میکنن، مثلا فقط میپرسن اسمت چیه، از کجا اومدی و چجوری اومدی. بعد از اینکه شما توی اون پلیس استیشن اثر انگشتتون رو دادین، اصولا شما رو منتقل میکنن به یه سری کمپایی که این کمپا فقط یک روز تا یک هفته توی اون کمپا میمونید و شرایطش به این صورتی که توی اون کمپ میمونید، یه اینترویو ازتون میشه که اون اینترویو رو بهش میگن اینترویو راه، اینترویوی که شما اصلا چطوری وارد این کشور شدید و اینترویو زیاد مهمی نیست. بعد از اینکه بستگی به شانستون داره، بین یک روز تا یک هفته توی اون کمپ میمونین، از طرف شرکتایی که با هوم آفیس کار میکنن مثل سرپو یا نست میان شما رو میبرن به هتل ها. بله درست شنیدین، هتل، ولی توی ذهنتون مثلا هتل رو فکر نکنین یه هتل 5 ستاره میبرن تو خیلی خفن و این چیزا، نه، هتل های خیلی معمولیه که عکسش رو من احتمالا توی ادیت براتون میذارم این گوشه صفحه یا این گوشه یه جایی براتون میذارم که ببینید. زمانی که وارد هتل میشید، توی اون هتل هم دوباره یه پروسه ای هست که باید انجام بشه که از طرف دادگاه واسهتون نامه میاد، از طرف هوم آفیس واسهتون نامه میاد و یه سری دیتیل ازتون میگیرن و اسمتون رو، نمیدونم، مشخصاتتون رو کامل توی سیستم هوم آفیس این کشور یعنی انگلیس ثبت میکنن. اصولا از بین یک روز تا یک ماه هم باید توی اون هتل بمونید، بعضی موقعات تا دو ماه، بستگی به شانستون داره چرا باید توی اون هتل بمونید، به خاطر اینکه اون پروسهتون رد بشه و بره جلو. بعد از اینکه شما توی اون هتل برای یه مدتی اقامت داشتین، هوم آفیس میاد و به شما خونه میده. البته منظور از خونه این نیست که به شما یه دونه خونه بده که مثلا یه خواب یا دو خواب داشته باشه یا شرایطی مثل این. اگر شما آدم مجرد هستید، اصولا هوم آفیس به شما یه خونه یعنی یه اتاقی بهتون میده توی یه خونه شیر، یعنی یه خونه ای که با چند نفر دیگه توش هستیم و باید اونجا زندگی کنید تا زمانی که میاد تکلیفتون مشخص بشه. هر کسی به هر نوعی که وارد شده، البته غیر قانونی، باید این پروسه رو طی کنه. خیلی ها میپرسن که اوکی، ما چقدر باید توی این خونه ها باشیم؟ واقعا این سوال هیچ جوابی نداره. ما خیلی از آدم ها رو دیدیم مثلا اومدن توی این کشور غیر قانونی وارد شده، طرف اومده توی این کشور و درخواست پناهندگی داده، توی دو هفته هوم آفیس بهش جوابش داده، کارت اقامتش داده. خیلی هم هست 10 سال موندن هنوز جوابشون رو ندارن، هنوز هوم آفیس نه بهشون جواب داده نه چیزی، هر سری ردشون میکنن، اونا دوباره از اول میرن اقدام میکنن واسه این پروسه پناهندگی و بس اینه که بیفته آدم توی یه دایره، بعد از همون اول هی بره اقدام کنه، دوباره برش میگردونن سر جای اولش، دوباره اقدام کنه، دوباره ردش میکنن، برش میگردونن جای اولش. اما یه سوالی که خیلی زیاد میشد، من توی لایوام میذاشتم و توی لایوای اینستاگرام یا همین یوتیوب لایو میذاشتم و سوال زیاد میکردم، گفتن اوکی، ما میایم اونجا چجوری باید پول داشته باشیم دنبالمون، یا دولت کمکمون میکنه، حقوق چقدر میدن و از این جور سوالا. ببینید بچه‌ها،
شما به محض این که پاتونو بذارید توی این کشور، دولت انگلیس یا همون هوم آفیس موظفه به شما هفته 35 پوند تا زمانی که جواب نداری بهتون بده. و این پول واقعا پول زیادی نیست و میتونم حتی بگم خیلی پول کمیه. شما با 35 پوند، نه اینکه بگم گشنه میمونی با 35 پوند، نه میتونی همه چی بخری بخوری، بستگی به فروشگاهایی که وجود داره، مثلا فروشگاهای خیلی ارزونی وجود داره، مثلا مثل لیدل یا مثل الدی، اینا یه فروشگاهی هستند که از لحاظ مواد غذایی فوق العاده کاملن ولی قیمتشون از فروشگاهای دیگه یه مقداری پایین‌تره. شما میتونید از اونها خرید کنید، همه چی میتونید باش بخرید از لحاظ غذایی، مثلا مرغ، ماهی، گوشت فلان، بهمون بیسار و خوراک یک هفتهتون رو تامین کنید با اون 35 پوند. درسته پول زیادی نیست ولی برای کسایی که واقعا مشکل داشتن و اومدن بیرون، مشکل حتی مالی هم داشتن اومدن بیرون، این پول میتونه کمکشون بکنه توی این دوره‌ای که جواب ندارن بتونن از پس خورد و خوراکشون، از پس کارهای یا وسایل بهداشتی که میخوان بگیرن، میتونن مثلا این وسایل رو تامین کنن. با عرضم به حضورتون که یه شرایط دیگه که وجود داره برای کسایی که درخواست پناهندگی میدن اینه که شما نمیتونی خونه یا که دولت بهت داده ولش کنی بری بیرون، بری یه جای دیگه زندگی کنی. بله شما میتونی بری از اون خونه بیرون، بری بگردی، حتی میتونی بری یه شهر دیگه برگردی، ولی شما باید توی اون خونه حضور داشته باشید. چون اگر شما اون خونه رو به مدت 2 ماه یا 1 ماه، فکر میکنم نمیدونم دقیقا اینو باید بخونم در موردش توی کپشن همین ویدیو مینویسم، ترک کنی و بری بیرون، دولت هم خونه رو ازت میگیره، همون ساپورت 35 پوندی که بهت میداده واسه خرج و مخارجه. حالا دلیل اینکه این ویدیو رو ساختیم و دارم اینا رو براتون توضیح میدم چون خیلی از آدما مثلا میگن اوکی ما حالا گیریم که اومدیم توی اون کشور واقعا چطوریه، همش استرس دارن، میخوام بدونن مثلا شرایط زندگی چیه. هیچ کسی بچه ها راستشو بهتون نمیگه که بگه دقیقا چه خبره، اما حرفی که من دارم بهتون میزنم حرف 100% واقعیته، چون واسه من اومدنتون یا نیومدنتون توی این کشور نه سود و ضرری نداره. اینو فقط به عنوان یه سری اینفورمیشن دارم بهتون میگم که اگر میخواین و یه همچین تصمیم میدارین، حالا به هر حال به هر نحوی شما دارین وارد این کشور میشین، بهتره که یه سری چیزا رو بدونین. خب این یه سری اینفورمیشنی که بهتون دادم، اینا یه سری اینفورمیشن های خیلی کوچیک ولی به درد بخوریه، یعنی این حرفایی که من بهتون زدم شما میتونید 100% روش حساب باز کنید که همچین قضیه‌ای هست، همین جوریه 100%، نه پیاز داغش رو زیاد کردیم نه کم، همینه واقعیه. و اینکه امیدوارم که این اینفورمیشن به دردتون خورده باشه. بالاخره خیلی ها چون میخوان هر کاری میخوان بکنن از قبلش دارن سرچ میکنن، میگردن، میخونن، میپرسن، دوست دارن همه چیو خیلی واقعی بدونن. خیلی دوستتون دارم، مواظبت از خودتون بکنید و امیدوارم که این ویدیو به دردتون خورده باشه و موفق و پیروز باشید.